در جامعه‌ای که موقعیت انقلابی وجود داره، یعنی هم شرایط عینی انقلاب و هم شرایط ذهنی آمادگی دارن، چرا مرزبندی بین جبهه خلق و ضد خلق مهم و تعیین کننده است؟ چون مرزبندی مهمترین حفاظت کننده و تضمین سلامت مسیر قیام هاست. بدون مرزبندی روشن و سرخ رنگ، دشمن میتونه تحت عنوان امتیاز دادن یا مذاکره یا حرکت در چارچوب قانون نیروهای جبهه خلق رو فریب بده و به اونها حتی سر میز همون مذاکره ضربه بزنه، صف نیروهای خلق رو شقه کنه و خلاصه مانع پیشروی قیام اونها بشه. به نظر شما الان و در این مرحله از قیام مردم ایران برای سرنگونی رژیم حاکم، راهبند و نیز راهگشایی برای ادامه قیام ها رسیدن به نقطه سرنگونی چیه؟ چه مانع یا موانعی است که باید کنار زده بشه؟ برای یافتن پاسخ با دهمین برنامه دانش انقلاب همراه باشید. نه راهبندهای قیام تصادفی هستند و نه راهگشایی ها در قیام به صورت غیرقانونمند مشخص میشن، بلکه بر اساس شناختی که از مفاهیم اساسی در قیام و انقلاب پیدا کردیم، یعنی بر اساس مرزبندی بین جبهه خلق و ضد خلق شکل میگیرن. جبهه خلق شامل چه جریان هایی میشه؟ جبهه خلق یا جبهه مردم ایران شامل تمام اونهایی میشه که خواستار سرنگونی دیکتاتوری و حاکمیت جمهور مردم ایران، یعنی جمهوری از طریق انتخابات آزاد با رأی عمومی مستقیم، مساوی و مخفی هستند. جبهه خلق چگونه مشخص میشه؟ جبهه خلق با شاخص حاکمیت جمهور مردم، ساخته گروه یا سازمان خاصی نیست. تا فاشیسم و دیکتاتوری حاکمه، تا زمانی که حق حاکمیت مردم غصب شده و به سرقت رفته، ابتدا باید جبهه خلق و ضد خلق تعیین تکلیف بشه، چون صورت مسئله قبل از هر چیز سرنگون کردن دیکتاتور و نیروهای حامی اونه. وقتی حکومتی مبتنی بر رأی مردم سر کار باشه، صورت مسئله عوض میشه و اختلاف ها با صندوق رأی تعیین تکلیف میشه. مرزبندی ملی ایرانیان برای رسیدن به آزادی و استقلال از مرزبندی با دیکتاتوری و وابستگی میگذره. امروز هم میبینیم که از یک طرف شکنجهگران و مظاهر فساد در دیکتاتوری سابق در صف مستخدمان رژیم آخوندی در اومدن، از طرف دیگه مزدوران آخوندها مبلغان سلطنت مدفون شدن تا این طور جا بیندازن که در ایران یا باید شاه سلطنت کنه یا ولایت شیخ برقرار باشه و جایی برای دموکراسی و حاکمیت جمهور مردم وجود نداره. نفی شاه و شیخ در حقیقت نفی هر نوع دیکتاتوری و وابستگی است. به همین علت این شعار با استبداد و استعمار مرزبندی میکنه. بنابراین شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، راهبند استبداد و استعماره. و معکوس اون نبودن چنین مرزبندی در رویکرد و فرهنگ مبارزاتی نیروهای جبهه خلق راهبند قیام میشه، یعنی به طور مادی قیام رو دچار افت میکنه. چطور؟ وقتی عده‌ای به صورت سیاسی فعال میشن و در همه جا با استفاده از بلندگوهای تبلیغاتی دم از خشونت پرهیزی و همکاری با سپاه میزنن، جامعه رو به کرنش، سکوت و عدم اعتراض دعوت میکنن. وقتی مشخص نباشه که این حرف جبهه خلق نیست، برای نیروهای جبهه خلق این مرزبندی روشن نباشه، اون وقت در یک روند خود به خودی جامعه به جای اتحاد و همبستگی و رو در رویی با حکومت به اختلاف و انشقاق در مورد مقابله یا عدم مقابله مشغول میشه. بدون چنین مرزبندی صف نیروهای سرنگون کننده با صف جریان بی هزینگی مخلوط و در هم میشه و در نتیجه اراده براندازی دشمن اصلی از تیزی و حالت پیکانیش فاصله میگیره و شعله قیام ها فروکش میکنه. و این اون چیزیه که دشمن نه تنها بسیار ازش استقبال میکنه، بلکه به صورت مستقیم و غیر مستقیم خودش هم پشت اونه، زیرا که سودبرنده اصلیشه. اینجاست که میبینیم با مرزبندی نشاه و نشیخ مسیر سرنگونی شتاب میگیره، زیرا که راهبندش برداشته شده و جریان قیام سلامت خودش رو باز میابه. هر
هر عاملی که مرزبندی بین دو جبهه خلق و ضد خلق رو مخدوش و نامشخص کنه، مثل یک آفت و ویروس یک بیماری برای قیام مردمی علیه رژیم حاکم عمل میکنه، مانع پیشروی و تمرکز هرچه بیشتر علیه دشمن اصلی میشه. بدون ویروس زدایی، یعنی بدون برجسته کردن و غیر قابل عبور کردن مرز بین جبهه خلق و ضد خلق، مانعی که موجب افت قیام ها شده برطرف نمیشه. به میزانی که تلاش در میدان برجسته کردن مرزبندی برای نیروهای جبهه خلق موفق باشه، به همون میزان شاهد پیشروی قیام و برافروخته شدن شعله‌های آن خواهیم بود. همطور که در مراسم ملی چهارشنبه سوری در 73 شهر ایران و در 38 نقطه تهران، این شورشی ترین شهر جهان، شاهدش بودیم. پس این دو یک جنگه. افشای ماهیت مبلغان به اصطلاح خشونت پرهیزی و بی‌هزینگی از صفوف جبهه خلق ربط مستقیم داره با افروخته تر شدن شعله‌های قیام. حالا شما می توانید به این سوال جواب بدید که آیا جریان سلطنت که اینقدر در خدمت رژیم عمل می کنه صرفاً تصادفی است یا دارای هماهنگی پشت پرده؟ راهگشایی مهم برای پیشروی قیام تثبیت شعارهای اساسی اون هست که روی دشمن اصلی متمرکز میشه. شعارهای مردم در ابتدای شکل‌گیری قیام‌ها جنبه خواسته های صنفی، گروهی یا منطقه‌ای دارن، مثلا دانشجویان یا خواستهاشون برای لغو فضای امنیتی دانشگاه‌ها، یا کشاورزان برای حقابه، یا زنان علیه گشت ارشاد و حجاب اجباری. اما با گسترش و پیشروی قیام، شعارها روی دشمن اصلی که همه طبقات و اقشار جامعه در اون اشتراک دارن متمرکز میشه، به نحوی که دیگه قیام ها از همون ابتداش نه با مطالبه گری بلکه با شعار علیه دشمن اصلی شروع میشه. یک شعار خاص حتی با قدرت تبلیغاتی یا مالی تنها برای مدت کوتاهی مطرح میشه، اما به هیچ وجه دراز مدت و سراسری عمومی و همگیر نمیتونه بشه. به طور قانونمند شعارهایی که سنخیت و همسویی با سرنگونی که هدف جبهه خلق است دارند موندگارن و تثبیت میشن. اینها شعارهای قیام، شعارهای جبهه خلق هستند. شعارهای مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای، از زاهدان تا کردستان جانم فدای ایران، قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان، نه سلطنت نه رهبری، دموکراسی برابری، و به خصوص شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، به این دلیل هست که تثبیت شدن. شاخص دیگه شعارهای جبهه خلق هم اینه که رژیم حاکم نتونه اون رو تکرار کنه و به کار ببره. در برنامه امروز دیدیم که افت موقتی قیام ها به خاطر وجود چه موانع و راهبندهایی است، و با اهمیت مرزبندی جبهه خلق و ضد خلق و نقش راهگشای ویروس زدایی برای افشا و کنار زدن جریان ها و شعارهای انحرافی آشنا شدیم. ما جبهه خلق رو با شاخص سرنگونی شناختیم، اما سرنگونی چگونه؟ نمیتونیم در جبهه خلق معتقد به سرنگونی دشمن اصلی باشیم، اما نتونیم نشون بدیم که نقش مسیر و به اصطلاح راهبرد ما برای رسیدن به اون چیه. برای یافتن پاسخ با ما در برنامه آینده دانش انقلاب همراه باشید.